سلام، امیدوارم خوب باشین. به رومیز نیوز خوش اومدین. من امیر سلامتی هستم. امروز دوشنبه 24 خرداده و بریم ببینیم در دنیای بورد گیم چه خبره. خب قرار هست که در رومیز نیوز از این به بعد بخش مختلفی داشته باشیم. بخش اخبار دنیای بورد گیم، بازی جدیدی که اومدن، بازی داغی که اومدن، بازی که قراره بیان، و بعد اخبار و حواشی صنعت و دنیای بورد گیم رو میریم سراغش، و همینطور بخشی هم مربوط به کیک استارتر و پلتفرم‌های کراود فاندینگ داریم که ببینیم چه بازیایی روی این پلتفرم‌ها اومدن. خب بریم از خود بورد گیم گیک، جناب بورد گیم گیک شروع بکنیم. حالا این بی جی جی کان هم که اعلام کردن دستشون در نکنه، بیایم لیست هاتنس‌ها ببینیم چه بازی جدیدن به لیست اضافه شدن. اولیش بازی Unfathomable. خیلی من تلاش کردم که اسم این بازی رو درست تلفظ کنم، که در واقع یک دو روزم بیشتر نیست که اومده توی لیست هاتنس. در واقع نسخه جدیدی هست، بازطراحی است از بازی بتل استار گالاکتیکا که به نظر من یکی از بهترین بازی‌های فانتزی فلایت بوده و هست، که یه بازی دیداکشن در واقع، حالا خود بتلستار گالاکتیکا بازی که در واقع یک یا چند بازیکن خائن هستن و بقیه باید در همکاری با هم دیگه هم اون خائنا رو پیدا بکنن هم مانع موفقیتشون بشن. حالا تو این Unfathomable ماجرا به این شکل شده که بازیکن‌ها سوار یک سفینه هستن، خیلی فرقی نکردن اینجاش، و دارن میرن به یک سفر سیاحتی زیارتی، و همه بازیکن ها هیومن نیستن، انسان نیستن، بعضیاشون موجودات هیبریدی هستن که تلاش میکنن پای بیگانه هایی که میبینید انقدر مینیاتور اون وسط به سفینه باز کنن و همه رو قلقم بکنن، و خب بازیکن ها در واقع باید مانع این قضیه بشن. خود بعد استار گالاکتیکا که بسیار بازی جذاب و پرتنش و یکی از بهترین های این سبک به نظر من، و حالا باید ببینیم که Unfathomable هم آیا همچین بازی هست یا همچین بازی نیست. بازی دوم در لیست هاتنس Now or Never، بازی جدید رایان لوکات، مؤسس و صاحب کمپانی Red Raven Games که یک کمپانی یه نفر است، خودش دیزاینر بازیاشه، رایان خودش گرافیست بازیاشه، خودش تصویرساز بازیاشه، خودش خالق این دنیایی که تمام بازیاش توش میگذره. نه دیگه، فکر کنم بخش فروش اینا رو خودش انجام نده، فکر کنم خانومش انجام میده، و حالا خیلی هم تنها نیست، خانوادگی میچرخونن. یک دو تا بازیشن فکر کنم با همکاری بچه‌هاش طراحی کرده. خیلی بازی متنوعی داره، از بازیای بسیار سبک خانوادگی که یکی از بازیاش بود که چند وقت پیش تارگت هم ورش داشت، فروشگاهی تارگت که معمولا بازیایی رو ور می‌داره که خیلی مس مارکتی و بفروشن، مثلا تیکت تو راید و این چیزا رو ور می‌داره. و جالب بود که اون بازی چی بود اسم بازی یادم نمیاد، یه لحظه ببینیم. آره بازی اونجوری داره، بازیای یورو گیم مثلا متوسط یا حتی سنگین‌تر داره، Empires of the Void که خیلی بازی خوبیه، آیل باند، یا بازی باز میگم استراتژی سبکتر 8 Minute Empire و غیره. یه مجموعه بازی استوری تلینگ هم داره، Near and Far و Above and Below. اون بازی رو اسمشون پیدا نکردم، حالا ته لیستم هستا، حتی صفحه اول نیست، ولش کن. آره خلاصه اون بازیشم تو چیز بود، تارگت برشته شد. خلاصه مهم نیست، یه بازی مجموعه بازی استوری تلینگ هم داره، Near and Far و Above and Below و غیره. این بازی جدیدش که Now or Never هست، به نظر میاد که چکیده‌ای یا کشیده‌ای از تمام این بازی هست. یعنی در واقع هم کمی استوریتلینگ احتمالاً داره. حالا استوریتلینگاش بیشتر به این مربوط میشه که توی اون دنیایی که رایان خلق کرده میگذره، که اسم دنیایی هست RZM، من بهش میگم ارزیه، یه دنیایی که تمام این شخصیت ها، این فکشن، نژادها و قبیله های مختلف همه اونجا هستن. این Now or Never هم اونجا میگذره و بازی همه چی داره. من چیزی که خوندم راجبش، سیتی بیلدینگ داره، مثلا شهرسازی اینا داره، کامبت داره، برین با هیولا به جنگی، ریسورس منیجمنت داره. به نظر میاد که همچنان همون فاز یورو گیم مدیومیه که
مثلا حالا یک کمی به لحاظ استوریتلینگ هم تقویت شده. خیلی جذاب به نظر میاد، خیلی هم سریع اومد در واقع توی لیست هاتنس. بازی دیگه که توی این لیست بودن ایمپریوم بود، ایمپریوم کلاسیکس که ادامه در واقع یک استندلونیه بر ایمپریوم لیجنز که من بازی نکردم، ظاهرا لینگ خیلی خوبیه. واسه من جالبیش اینه که به اصطلاح کمپانی آسپری گیمز این رو تولید کرده که خب خیلی بازی خوبی معمولا این کمپانی کار میکنه. آرناک که مدت ها هست توی لیست هاتنس، از اوث که بازی جدید خالقین روت، خیلی پروژه جاه طلبانه و گنده ای به نظر میاد. حالا بعد دید دلیورنس که از این بازی کمپینی مینیاتور داره کیکستارتریه که اونقدری که هایپ شد هم حتی تو کیکستارتر موفق نبود. ویچر اولد ورلد که در واقع بازی نیومده، ریلیز نشده، فقط کمپینش چیز شده که نکته جالبش واسه این بود که در واقع روی کیکستارتر هم بازی نذاشتن، در واقع روی کاتارسی گذاشتن که مشابه کیکستارتر هست واسه اسپانیولی زبان ها و اسپانیا یا جای دیگه نمیدونم، خلاصه از اون که کیکستارتر نیست. همچنان یک بازی در دنیای ویچر میگذره. خود بتل استار گالاکتیکا به لطف اون انفتومب اومده بالا و البته بازی دیگه که مدت هاست دیگه اینجا هستن، دستینیز و آیل آف کت، به خاطر آیل آف کتس به خاطر اکسپنشنش در واقع تو هاتنس اومده بالا و همینطور بازی های دیگه. دیگه بازی هایی که نظر من جلب کرد در اخبار این هفته پندمیک هاتزون. سری پندمیک هاتزون در واقع نسخه های ساده شده پندمیک هستش، نسخه های کوچولو شده، پورتابلن، خیلی کوچولو موچولو هن، سری قوانینش حذف شده، تعداد چه میدونم اون میکروبا اصلا کمتر شده. که اول از همه پندمیک هاتزون نورث امریکا اومد، حالا هم نسخه یوروپش معرفی کردن. که چیزی که من خیلی دوست دارم اینه که متلیکاک با توماس لمان طراحی کردن این سری رو و من خیلی دوست دارم همکاری های این دوتا رو. و همونطور که میبینید اصلا تعداد نقطه های روی نقشه خیلی کمتره، 3 تا دونه بیشتر میکروب نیست، اصلا کلا بازی جمع و جورتر شده. احتمالا احساس کردن که پندمیک به اندازه کافی دنیا رو بر نداشته و پرفروش نیست، حالا بیایم یه اسکوپ جدیدتری از پندمیک رو کنیم. که خب البته چه بازی بهتر از این بازی برای اینکه قلاب بورد گیم رو بخواد به مخاطبای جدید بندازه. چیز باحالی که توی این نسخه وجود داشت واسه من اینه که همراه این بازی توی جعبه این بازی یک روش بازی هست برای ترکیب کردن جفت نسخه‌ای که تا الان اومده، یعنی آمریکا و اروپا، که یه نسخه دو نفر است، هر بازیکن 3 تا کاراکتر داره و یکی از کنترل یکی از قاره‌ها رو دستش میگیره، کیوب هم مشترکه، کارت هم مشترکه و باحالش اینه که میتونیم قاره‌های هم دیگه سفر بکنیم و همینجوری رو کاغذ خیلی جذاب به نظر میاد. حالا باید بازی کنیم ببینیم چطوره. ویچر رو هم که دیدیم، یه عکس جالب بتونشون بدم، این خیلی چشم من گرفت، تیکت راید ترک سویچر اسمش هست، یک نسخه یک نفر است، یک بازی یک نفر است، سولوه، که در واقع دیز آف واندر در همکاری با یک شرکت دیگه که اسمش یادم نمیاد، روی جعبم نمیدونم چرا نزدن. فکر کنم از عکس همه چی مشخصه دیگه، از این بازی پازلیه که شما باید یک پازلی رو حل کنید، قطارها رو جابجا کنید روی صفحه و در واقع اون کارتی که رو میشه، مأموریتی که رو اون کارت هست رو انجام بدید. نمونه‌هاش احتمالاً بازی کردید تو شرکت‌ها، خیلی یه مدتی هم زیاد بود ازش که در واقع اسباب بازی‌هایی بودن که همچین پازل های رو باید شما حل میکردین. یه باحالش هم بود که تم باستان شناسی داشت، در واقع باستان شناسی رو از یه دانجنی رد میکردم میرسوندین و من خیلی دوست داشتم اونا. این بورد گیم هایی که در واقع به کمک تغییر در طراحی خودشون رو نزدیک میکنن به اسباب بازی، من خیلی دوست دارم، هم به لحاظ علاقه و سلیقه شخصیم خیلی دوست دارم، هم به این لحاظ که احساس میکنم خیلی کمک میکنم به گسترده شدن بازار بورد گیم، به خاطر اینکه یهو خودشونو وصل میکنن به مخاطب اسباب بازی که
مخاطبی بسیار گسترده تر از مخاطب نیچه کوچولو بورد گیم. بر همین این خیلی چشم، این نسخه تیکت تو رایت خیلی چشم منو گرفت و امیدوارم که خوب دیده بشه و نسخه موفقی باشه از کوه انبوه تیکت تو رایت هایی که تا الان اومده. یه عکس دیگه باز ببینیم، پورت رویال نسخه بیگ باکس که نکرده حتی مثلا لوگو تایپ رو عوض کنه، عیناً همونو کنترل سی زده آورده اینور پیست کرده. به هر حال پگاسوس آلمانیا خیلی سخت ظاهرا تن به تغییر میدن، اما به هر حال دستشون درد نکنه، حالا آرت رو عوض کردن. اینکه چیا داره رو نمیدونم، حالا بریم با هم دیگه ببینیم که چیا داره بیگی باکسشون. خب اول از همه که یه نفره ظاهرا بهش اضافه شده سولو داره، بعد اکسپنشن فلان رو داره، اکسپنشن بیسار رو هم داره، پرومو کارت فلان رو داره، استندلون، آها یه نسخه استندلون اونتربگز هم بهش اضافه شده. پس آیدن هر چی پورت رویل بوده رو ریختن توش و این نسخه رو دادن که حالا آرتش هم تغییر کرده. نمیدونم، من قبلیه به نظرم خوب بود، به فضای بازی هم میشست، حالا اینم جذابه. و بازی دیگه که نظرمو جلب کرد، در واقع عکسش رو دیده بودم از عکس های داغ بورد گیم گیک، المروارید اسم بازیه که از سری بازی های جی ام تیه که در واقع یکی از کمپانی های معروف تولید بازی وار گیمه. البته بازی اخیرش خودش با عنوان بورد وار گیم معرفی میکنه، ظاهرا کمی تلاش دارن میکنن که اون حس ترسناکی که نسبت به وارگیم وجود داره به عنوان بازی های سنگینی که کمرت میشکنه بخوای یاد بگیری بازی کنی تغییر بدن و کمی تلطیفش بکنن. این هم از همون سریه، ظاهرا به جنگ های داخلی، جنگ های اسپانیا در واقع میگذره تو قرن 11 و 12 که بین مسلمانان فاتح و مسیحی های اسپانیا در گرفته بود. این هم اسمش در واقع نظرم رو جلب کرد. خب این از اخبار بازی های جدید، بریم سراغ حواشی دنیای بورد گیم. خب اخبار حواشی دنیای بورد گیم رو با خبر تأخیر شیپینگ در واقع شروع بکنیم. پانداسورس گیمز که یکی از شرکت های شدیداً روبه رشد دنیای بورد گیمه، خیلی سریع در عرض فکر کنم یک دو سال این کمپانی با تغییراتی که داد توی برندینگ خودش، توی سیستم مارکتینگ خودش، توی محصولاتی که در واقع تولید میکرد، توی بازی هایی که لایسنسشون رو میگرفت که در واقع تولید بکنه، در واقع با یک خط تغییر در خط مش خیلی سریع رشد کرد و الان جزو یکی از بهترین های دنیای بورد گیمه. به نظر من حتی از کمپانی های قدیمی تری مثل رنگید و اینا خوب جلو زده. تو در واقع وبلاگشون یه مقاله گذاشته بودن راجع به تأخیرها. اینا چند تا بازی داشتن که قرار بود همه توی فواصل منظمی به دست مخاطبا برسه، به دست دیستریبیوتور در واقع توزیع کننده ها برسه قبل از هر چیزی که بعد مخاطبا بتونن بخرن. اما توی سلسله زنجیرواری اینا تمام برنامه‌شون به هم ریخت به خاطر تأخیر در شیپینگ، تأخیر در بارگیری، تأخیر در تحویل جنس ها تو در واقع چه بندرها و غیره. و نکته جالبش این بود که در واقع اینا اول تو نیوزلترهایی که برای خریدارا میفرستادن شروع کردن هی معذرت خواهی کردن که ببخشید مثلا اومبرا ویه قرار بود فلان وقت بیاد، انقدر دیرتر میاد، فلان چیز قرار بود فلان بیاد، و بعد دیدن دیگه نمیشه، اومدن یک هم تو نیوزلتر یک مفصل توضیح دادن، هم تو وبلاگشون و دلیلو باز کردن. ظاهرا تمام تأخیرها از چین شروع میشه و زنجیرش همینطور ادامه پیدا کرده و هر کدوم از اینا دو هفته، سه هفته، چهار هفته تأخیر داشتن، چه از تحویل بازی ها توی چین، چه بارگیری توی بندر، چه شیپینگ کشتی ها و بعد با اون بساطی که توی شیپینگ کلن، نه فقط بورگیم، کلن توی شیپینگ توی دنیا افتاده و حالا به خاطر قرنطینه و کرونا و خیلی مسائل دیگه کلا به تاخیر افتاده توزیع بازی ها. خ...
خبر بعدی نباید بخندین، درست نیست واقعا به مشکلات دیگران آدم بخنده، ولی در واقع بعد از یک سلسله دادگاه طولانی، دادگاه اروپا در واقع حق ترید مارک مونوپولی رو از هزبرو گرفت. توی مقاله کاملا هم دلایل حقوقیش رو توضیح دادن که من نه حوصله خوندن داشتم نه حتی خلاصش هم خوندم، باز خیلی متوجه نشدم، مهمم نیست. مهم اینه که در واقع کلمه مونوپولی رو دیگه ترید مارکش رو هزبرو نمیتونه مدعیش باشه توی اروپا. چه تأثیری داره من نمیدونم. به هر حال شاید تلنگری باشه به سیطره هزبرو و مونوپولی و شل شدن پایه های استعمار این بازی. خبر خیلی مهمی هم نبود ولی باز خودم جالب بود. این خبر هم باز به هزبرو مربوط میشه ولی خبر خیلی خوبیه. قراره یک مجموعه تلویزیونی بر اساس بازی ریسک در واقع تولید بشه. در واقع خبر یک پیش‌زمینه‌ای داره، هزبرو و یک در واقع شرکاش که در واقع مجموعه کمپانی خیلی بزرگی میشن، اومدن یک بودجه خیلی کتاکلفتی رو اختصاص دادن به در واقع فرهنگ سازی و گسترش مخاطبای دنیای اسباب بازی که بورد گیم هم شاملش میشه. بخشی از این بودجه ها به بورد گیم ها میرسه که حالا بخشی باز از اون بودجه رسیده به تولید این مجموعه تلویزیونی که خب جالبه برام. خود من که اصلا جالبه بدونم که بر اساس این دنیای ریسک چه بازی، چه سریال یا نمیدونم فیلم تلویزیونی یا هر چیزی قرار ساخته بشه. غیر از اون کلن ادامهش هم میتونه جالب باشه. خبر بعدی مربوط میشه به آیزک چیلدرس، طراح بازی گلوم هیون. در واقع یه خبر خیلی نیست، این که خب میدونین چیلدرس فیزیک خونده، دکترای فیزیک داره از یه دانشگاهی حالا کجا، و بعد یه مقاله در واقع توی همون بلاگ خود دانشگاه منتشر شده راجع به چیلدرس به عنوان یک دانش آموخته فیزیک بسیار موفق که کاملا دنیای فیزیک رو رها کرده و وارد دنیای بورد گیم شده، گلوم هیون رو طراحی کرده، یکی از خفن ترین کمپین های بازی رومیزی رو داشته و حالا نکته خبر اینجاست که ببخشید من یکم حواسم رفت به این بروزره، ازش پرسیده بودن که خب مثلا میخوای به دنیای فیزیک برگردی، گفته نه دیگه آقا ما بارمون رو بستیم، ما دیگه رفتیم تو بورد گیم. بعد گفتن آیا پروژه‌ای داری که به فیزیک مربوط باشه حالا تو بورد گیم ها تو اینا، و گفته آره، در واقع چند ساله که در کنار تمام پروژه ها و سرشلوغی هایی که داره که خیلی هم سرشلوغه، حالا بهتون میگم، یه پروژه‌ای داره که یه فضای سایفایی داره که بخشی از اون تو دنیاهای موازی میگذره و در واقع داره از تحقیقات و نمیدونم خدای پایان نامه دکترای خودش تو این زمین استفاده میکنه و بازی رو حالا میخواد بر اون اساس پیش ببره و ظاهرا بعد از تموم شدن کارهایی که تو فراست ایون داره میخواد به اون بپردازه. فراست ایون هم که میدونین تو آپدیت هایی که برای کمپینش داد، فراست ایون 13 میلیون فکر میکنم تو کیک استارتر جمع کرد، در واقع ادامه گلوم هیون هست در واقع دنیای مشابهی و بازی بسیار سخت‌تر و گنده‌تر و از همه لحاظ اپیک‌تره این فراست ایون، سناریوها، کاراکترها، کلاس‌ها و غیره. و تو آپدیت جدیدشون هم که ریلیز کردن که در واقع تازه کارشون روی محتوای بازی تموم شده و مثل اینکه تو همین چند وقته میخوان فایل‌ها رو واسه پرینت بفرستن چین. خلاصه که خیلی سرشون شلوغ بوده. این هم از در واقع اخبار حواشی دنیای بورد گیم. بریم سراغ کراودفاندینگ و کیکستارتر. خب اخبار کیکستارتر رو با یه بازی که من خودم یه نقش کوچولی توش داشتم شروع بکنیم. بازی ریپابلیک آف جانگل که یک
بازی نقش مخفی در واقع سوشال دیداکشن هیدن رول پارتی گیمه، در واقع یک بازی که ویدیو گیمه و میشه گفت خیلی شباهت داره به بازی های مشابه بورد گیم های مشابه این سبک، یعنی مثلا ریزیستنس اولون به خصوص به اولون خیلی شبیه از این بازی هاست که در واقع روی گوشی انجام میشه، مثل مثلا امانگاس و جک باکس و این افا که در واقع یک بازی کنه کافیه یه نسخه از بازی رو داشته باشه روی لپتاپش یا روی تلویزیون هر جایی اجراش میکنه، بقیه با زوم بهش وصل میشن یا اگه توی اتاق نشستن همه با گوشی هاشون بهش وصل میشن و بازی شروع میشه، نقشه روی گوشی به همه چیز میشه، اینکه حالا مثلا بازی هم توی دنیای خیالی توی کشور خیالی به اسم ریپاب جمهوری جنگل میگذره که ماها یا وفاداران به رئیس جمهور پوما هستیم و یا خائنین که تلاش میکنیم یه سری اطلاعات محرمانه رو پخش کنیم این ور اونور. جالبش اینه که غیر از ویژگی های اصلی اینجور بازی ها که خب نقش و قابلیتی که هر بازیکن میتونه داشته باشه، مثلا اگه تو اولان شما مرلین باشی مثلا اینجا حالا ایجنت یا نقش های مشابه دیگه، از ویژگی های پلتفرم دیجیتال خیلی خوب استفاده کردن. اینجور که شما توی بازی واقعی وقتی مثلا اولان داری بازی میکنی، اگه مثلا نمیتونی به هم تیمیت اشاره ای بکنی، مثلا چشمکی بزنی یا اشاره بکنی، اگه ببینن دیگه تموم شده، دیگه کارتون تمومه. اما اینجا با توجه به گوشی در واقع بازی در طی روندش قدرت هایی رو در اختیارتون قرار میده، مثلا اگه یه تیم عقب بیفته یا جلو بیفته یه اسپیشال پاورز رو در اختیار قرار میده که مثلا یک چیزی رو با یکی از هم تیمیات شیر کنی، یه اطلاعاتی یا هویت یه نفر رو بفهمی یا یه اتفاقات اینجوری، و این خیلی باحالش میکنه بازی رو، چون همینجوری که نشستی یه لحظه موبایل تو نام کنی ببینی یه اینباکسی داره ایمیل توری، یه ایمیلی اومده برات نگاه میکنی ببینی مثلا فلانی هینتی بهت داده، مثلا به روح خودت هم نمیاری. خیلی این بخشش واقعا جذاب کرده بازی رو، خیلی تجربه جالبیه. من افتخاری نداشتم که در واقع روابط عمومی این بازی رو کمک بکنم برای گسترشش، برای گسترش کامیونیتی این بازی و در واقع اجرای کمپین کیک استارترش. و همینجا ازتون درخواست میکنم اگر دوست دارین حمایت بکنین از این پروژه، برین توی لینک کیک استارترش و اون نوتیفای می آن لانچ رو بزنین، هیچ هزینه‌ای هم نداره، فقط باید ایمیلتون رو تو کیک استارتر ثبت بکنین، همین، یعنی فقط نشون میده که شما این بازی رو فالو کردین و موقعی که بازی لانچ بشه یه ایمیل براتون میاد که آقا این بازی لانچ شده. خیلی کمک میکنه که اگه تعداد فالوورها بیشتر بشه. اوکی بریم خود بازی هم احتمالاً کمپینش حدود کمتر از یک ماه دیگه لانچ میشه. یکی از پروژه های بسیار جذاب این چند وقت اخیر کیک استارتر که 4 روز دیگه هم بیشتر بهش نمونده روبوکوسته، روبوکوست آرنا در واقع، که این بازی رو خالقین استار ریلمز قلمرو ستارگان ساختن که این هم یک دک بیلدینگه، اما خیلی من خوشم اومد که چطور اون سیستم رو، اون سیستم دک بیلدینگ رو ارتقا دادن به یک بازی آرنای مینیاتوری. در واقع شما در بازی، حالا من همچنین خورد خوردم بیام پایین، پیجش هم عالی دیزاین شده، یعنی این رابرت داورتی هم که استاد اینجا هستن، پیج عالی دیزاین شده، یعنی از متن کمترین استفاده رو کردن، اتفاقا از گیف و تصویر بیشتر استفاده رو کردن، خیلی جذابه. در واقع حالا یه توضیح از دنیای بازی و کاراکترها و ربات‌ها و این حرفاش، بیام سراغ روش بازی. اینجوریه که تقریبا شبیه خود استارمزه، بازی دک بیلدینگه، ولی خب 2 تا 4 نفرم همچنان میتونه باشه. شما یه کارت هایی دارین، مثل استارمز 5 تا کارت هم دارین، کارت ها رو بازی میکنین، هم از افکت کارت ها میتونین استفاده کنین، هم میتونین کارت ها رو مصرف کنین انرژی به دست بیارین، هم میتونین کارت ها رو بازی کنین حمله کنین. انرژی رو مصرف چی میتونین بکنین؟ اونجا فقط انرژی رو میتونین مصرف خرید کارت های جدید بکنین، اینجا هم میتونین مصرف کنین انرژی رو برای خرید کارت های جدید و هم برای جابجا کردن اون رباتتون. خیلی قشنگه، یعنی خیلی باید تلاش بکنین که بالانس نگه دارین احتمالاً اینا رو، جوری که در واقع انرژیتون رو به جا برای جابجایی مصرف کنین و به جا برای خرید کارت های جدیدتر. موقع حمله کردن هم یکی از کیوب های اون ربات بلو جوری میبینین میپره و وقتی که تمام کیوباش خالی بشه ربات نابود میشه.
من میخوام که در واقع فضایی از بازی هم ببینیم. آه کلی هم استار ریلمز هم به عنوان ریوارد چکوندن توش، اینا در واقع همچین فضایی داره، اون آرناس اون وسط و سیستم احتمالا شاپ و غیره. خیلی جذاب بود این پروژه و نسبتا هم پول خوبی جمع کرد. پروژه بعدی واروم هست از لری هریس افسانه‌ای. این سکند ادیشن هست، نسخه اول این بازی که داشت میومد چند سال پیش روی کیک استارتر. کامبیز از همینجا بهش سلام میکنم اگه میبینه این ویدیو رو، کاور کرده بود در واقع توی یکی از مقالات سایت کامل راجع به این بازی توضیح داده بود که یک وار گیم خفنیه. حالا برید اون مقاله رو بخونید، توضیحاتش اونجا بیشتر هست. این سکند ادیشنه که خب با تغییراتی اومده و خب به نسبت در واقع یک وار گیم به نظر من پروژه خیلی موفقی بوده. حالا امیدوارم ایشالله خدا بخواد به این تیغه آفتاب بشه یه روزی ما دستمون، حالا به همون فرست ادیشنش هم برسه. اوکی، پروژه بعدی فال آف د ماونتین کینگ هست که میخواستم معرفی بکنم، که این پیش در واقع پیش داستانی هست، پریکوئلی هست بر هال آف د ماونتین کینگ که یکی از بازی بسیار جذابی بوده که در چند سال اخیر اومده. این داستانش قبل از اون میگذره و تقریبا میتونم بگم که چیزهایی از اون بازی رو با خودش داره، اما تغییرات زیادی هم کرده همونطور که در ظاهرش هم میبینید. حتی من هال آف د ماونتین کینگ رو بازی نکردم، اما چیزی که مشخصه اینجا هم شما در واقع یه بیلدینگ پازلی دارین با این کارتاتون و بعد به قول خودش اتک نداره بازی، اتک مستقیم، ولی آتمانور داره، بعد هیروهای مختلف رو میگیرید و با یک سری جک جونورا هم میجنگید. این بازی موفقی بوده نسبت به کیک استارتر. پروژه بعدی خیلی جالبه، اوربیدایس. در واقع یک مجموعه تاسه واسه کسایی که بازی نقش آفرینی بازی میکنن، واسه مسترها. تاساش کرویه، خیلی برام جالب. همین الان دیدین همینجوری که داشتیم نگاه میکردیم عددش هم رفت بالا، خیلی آرامش بخش. من گاهی این پیجا رو باز میکنم نگاه میکنم عددش میره بالا. نمیدونم اگه کسی باشین که پروژه داشته باشین رو کیک استارتر و همچین اتفاقی همینجوری بیفته چقدر میتونه لذت بخش باشه. این تاسا در واقع قرار نیست به لحاظ گیم پلی چیز خاصی به بازی اضافه بکنن. در واقع اصلا اولم شعارش این بود که آقا تاس قدیمی رو فراموش کن، این تاس جدید بیا حالشو ببر. یعنی بیشتر جنبه حس و حال و تجربه است. حالا اگه بخوایم ببینیم که برای خود منم سوال بود که چطور این ممکنه روی وجوهی وایسه، همونطور که میبینید در واقع مقطع تاس اگه ببینین گویی هایی داره که اینجا به جا میشه و احساس میکنم ریختنش باید خیلی جذاب باشه. غیر از اینکه به لحاظ تماتیک هم خیلی باحال، ببینید مثلا سه تا تم فعلا آنلاک شده، اسکرچ و دراگون و تو ورلد. حالا اصلا واقعا فکر میکنم خیلی جذابه داشتن این تاس ها و به نسبت یک محصول جانبی واقعا خوب فاند شده. پروژه بعدی اسپینترانیکس که واسه من خیلی جالب بود. همونطور که گفتم من از اولا رقم رو شما داشته باشین، بازی هایی که به اسباب بازی نزدیک میشن خیلی جالبن. این در واقع بین بورد گیم، اسباب بازی و کیت آموزشیه، در واقع مجموعه اختراعاتوره. شما مجموعه از چرخدنده ها و خنزر پنزر های اینجوری رو در اختیار دارین و باید پازل های بازی رو از طریقش حل بکنید. نمیدونم بازی کردین یا نه، یه بازی بود قدیما روی داس به اسم The Incredible Machine Team به اختصار، که همچین سیستم هایی بود از اینایی که باید یه موش باید بود دوی که این قفسه به چرخه که اون ریله تکون بخوره که اون هویجه بیاد پایین که این فلان شده که مثلا فلان چیز اتفاق بود. همچون حسی میده و چیزی که من خیلی خوشم آمد طراحی کمپین بود. توی چند باکس مختلف، مثلا باکس اولش که بهش اکت 1 میگه و بعد اکت 2 که باکس پیشرفته تریه، طراحی جعبه و گرافیک واقعا فوق العاده است و پاور پک که طلاییه و دیگه اصلا خیلی
حالا این در واقع بخشش هم ببینین مکانیزماش چجوری کار میکنه، قرقره داره، نمیدونم ریل و چی میگیم اینا رو دوچرخم هست، تسمه، و خیلی جالب. الان خودم دارم نگاه میکنم واقعا جذابه. بسیار عالی. حالا بریم پروژه های دیگه ایشون رو هم ببینیم. اونی که پروژه هم فکر میکنم همچین چیزهایی بوده اگه لوچه، آره اونم در واقع میگم کلن ایده هاش ما بین کیت آموزشی یا مثلا کیت علمی و اسباب‌بازی و بورد گیمه، بیشتر حالت پازلی داره. پروژه دیگه که فقط در حد اینکه حالا یه نگاهی بهش بندازیم، اکسپنشنیه بر بورد گیم بایندینگ آف آیزک که فقط ببینید چقدر پول برش جمع شده، 36,000 نفر بک کردن، خیلی رقم گنده‌ای به نظرم برای همچین جعبه‌ای. البته خب بایندینگ آف آیزک خیلی ویدیو گیم موفقیه، بورد گیمش هم خیلی موفق بود و خب حالا این اکسپنشن اون بورد گیم است، بیشتر به خاطر رقمش جذاب بود واسه که آوردم براتون. بیایم یه نگاهی هم بندازیم به پروژه‌هایی که در واقع آپکامینگ پروژه‌هایی که قراره بیان روی کیک استارتر. پاور رنجرز خب جالبه، وان دک گالاکسی که در واقع یک بازی استندالونیه بر وان دک دانجن که خب خیلی بازی جذابیه. سیکس سیج که بر اساس یه ویدیو گیمی بر همین اساس طراحی شده. دیگه عرضم به خدمتتون بازی جالب میدونم. خب آها این هیلگدون خان در واقع نسخه دومشه، نسخه اولش هم خیلی معروف شد و دیگه حالا فعلا ظاهرا بازی خاص دیگه ای نیست. آخرین بازی که در واقع برای بخش بازی کراود فاندینگ در نظر دارم براتون، اول بیایم راجع به پلتفرمش صحبت بکنیم، گیم فاوند. گیم فاوند پلتفرمیه که مدت زیادی نیست که در واقع داره فعالیت میکنه، خیلی جدی داره میشه رقیب کیک استارتر به خاطر اینکه گیم فاوند پلتفرمیه که فقط مخصوص بورد گیمه و کیا ساختن این پروژه رو، در واقع گیم فاوند مال کیاست، مال در واقع کمپانی اویکن ریلمزه. اویکن ریلمز یه کمپانی لهستانیه که بازیای خیلی معروفی رو کیک استارتر داشته که الان اسمش یادم نمیاد، که حالا آخریش همین آیسیس ونگارده که دیگه این آیسیس ونگارد رو کیک استارتر نذاشتن، اومدن یه راست روی گیم فاند گذاشتن که 4-5 میلیون دلار هم فاند شد که خب به نسبت یه پلتفرم جدید خیلی چیز بود. شعارشون هم اینه که ما مخاطب تارگت شده داریم، یعنی الان مخاطبشون فکر کنم به 300,000 نفر رسیدن، ولی 300,000 مخاطبی که بورد گیم بازن. در صورتی خب رو کیک استارتر شما درسته عدد خیلی گنده تره، فکر کنم 17-18 میلیون کیک استارتر مخاطب داره، اما خب معلوم نیست چند درصد اینا، البته حتی اگه 1% هم باشه باز خیلی زیاده. به هر حال حالا اینا خلاصه خیلی تارگت شده تر روی بورد گیم کار میکنن و بخش های مختلف داره. اولا شما پریویو کمپینتون رو خیلی زودتر میتونی ران بکنی، اصلا 6 ماه زودتر پریویوش ران کن، پیجتو بساز بگو آقا من 6 ماه دیگه میخوام اینو ران کنم. بعد از کمپین میتونی در واقع خودش تو خودش پلیج منیجر داره. پلیج منیجر خب میدونی یکی از مکافات های کیک استارتر پلیج منیج کردنه، اینکه شما فرض کن بازیتون رو روی کیک استارتر گذاشتین و این بازی اجزای مختلفی داره، یه نفر این بازی رو با این ماک خریده، یه نفر این بازی رو با این خریده. خب حالا بعد شما همه اینا رو بتونی منیج بکنی، بازیای درست و با محتویات درست و واسه آدمای درست مختلف بفرستی. این سیستم بیلتین پلیج منیجر داره. اون 7-10% که کیک استارتر ور میداره روی پروژه رو اینا ور نمیدارن، البته یه جور دیگه پول میکنن ازتون، به هر حال خرج داره این قضیه. خلاصه من از بیزنس پلنشون خیلی خوشم اومد، به خاطر اینکه در واقع اومدن با پروژه‌ای خیلی پرقدرتی که روی کیک استارتر تعریف کردن، یک مخاطبای زیادی جمع کردن، اون مخاطبا رو نمیدن هی بریزن توی بازی دیگه، البته این کارم کردن ها، ولی به یه جایی که رسید اون مخاطبا رو اومدن ریختن توی پلتفرم جدیدی و دارن ازش استفاده میکنن. حالا اون مخاطبا شده 300,000 تا و کافی دیگه بازی خودشون که دیگه اینجوری فاند شدنش، بازی دیگر هم همینطور. حالا
پروژه که میخواستم در واقع روی گیم فاند بهتون معرفی کنم، پروژه 11ه، بازی جدید پورتال گیمز که تو مدتی هست معرفی کردن، که اولین بار که من اسمش شنیدم وا رفتم، فکر کردم که اینم یه بازی فوتبالیه و خب فکر کردم که در واقع مشابه احتمالاً، خدا نکنه مشابه سوپر تیم باشه، بازی که در واقع از بازی خودمون هست، ولی خب اومدم دیدم نه، یه بازی در واقع مدیریت باشگاهه بر اساس یک بازی دیگه در واقع باز طراحی شده، کلاب منیجر چی سیستم آرت و استایل بازی خیلی شبیه پرتپورتاس بغت پخته و میگم یه بازی مدیریت باشگاهه که شما در واقع باشگاه رو اداره میکنید توی بازی، اینا دیگه مدیریت منابع باشگاه رو چیز میکنین، خرید و فروش بازیکن انجام میدین، بازیکنهای جدید میگیرین برای چی میگن تاکتیک مسابقتون رو چیز میکنین، تو زیر ساختهای باشگاهتون رو تقویت میکنین و تو لیگ میایین بالا و امتیاز میگیرین. بعد عرضم به خدمتون که سیستم مارکتینگ و پروموت بازیشون برای من خیلی جالب بود. اولا اینکه خب بازی رو خیلی وقت بود که اسمشو گفته بودن، فقط هم یه کاور ازش نشون داده بودن. همین پریروز که همزمان با شروع شدن جام ملت‌های اروپا اینا هم پیج درافت کمپینشون رو آوردن بالا معرفی کردن و گفتن که 90 روز دیگه کمپین استارت میشه. همین استفاده از 86 روزش هم گذشته، یعنی 4 روز پیش میشه. همین استفاده از 90 روز در واقع مشابهتش با 90 دقیقه فوتبال، ببین خیلی تماتیک حتی روی پروموتای ساده‌ای که میتونستن کار بکنن هم خیلی تماتیک و خوب کار کردن. خیلی تیم پورتال گیمز تیم خوبیه، هم بازیای خوب میدن، هم در واقع به موقع بازیشون رو به روز میکنن. همین چند وقت پیش رابینسون کروزو دیلاکس ادیشن رو همین گیم فاوند هم گذاشتن و خیلی هم پول خوبی براش جمع شد، رو کیک استارتر دیگه نذاشتن. هم به لحاظ رسانه‌ای خیلی خوب عمل میکنن، خود اون در واقع درشون چیه؟ ایگناسی افکانا، آره، که در واقع ویدیوهایی که میذاره توی شبکه‌های اجتماعی خیلی خوب حضور داره، کلا خیلی پکیجشون پکیج خوبیه. خب اینم از بازی‌های کیک استارتر و تموم شد دیگه، اینم از رومیز نیوز 24 خرداد. تا دو هفته دیگه که دوباره ببینمتون، خدا نگهدار، مراقب خودتون باشید.